نگاه یک امشب در آستانه روز خبرنگار، میزبان آقایان حسین شریعت مداری و صادق خرازی، دو تن از فعالان رسانه‌ای و البته سیاسی کشور است. مهم امنیت مهمترین مقوله کار خبرنگار است. اگر خبرنگار به خدا از امنیت نباشه، اون امنیت لازم رو نداشته باشه، مطمئن باشید کارش با مشکل رو برام میشه. نکته مهمتر از امنیت اون این هستش که خط قرمزها تکون بخوره. مثلا خط قرمز برای یک وسیله ارتباط جمعی متفاوت باشه با خط قرمز برای یک وسیله ارتباط جمعی دیگری، یا خط قرمزها و اولویت‌ها با دولت‌ها تغییر بکنه. اینها نکاتی است که وجود داره تو جامعه ما. همین بحث‌های فیش‌های حقوقی که یکی از شجاعت‌های بی‌نظیر خبرنگاران کشور بود و رسانه‌های کشور فرق نمی‌کنه از هر جریان فکری بهش پرداختند، چون دغدغه مردم بود. خب این چرا در دولت قبل روی چند هزار میلیارد اتفاق نیفتاد؟ روی 3000 میلیارد خاطر که احساس امنیت نمی‌کردن. خبرنگار بود، دغدغه و نگرانی هم بود، ولی یه اولویت‌های بعضی‌ها داشتن، خب مطرح نکردن. اما من می‌خواستم در این زمینه که جناب آقای دکتر خرازی اشاره کردن یه نکته هست بفهم. فرمودن که رسانه‌ها همه به فیش‌های نجومی پرداختن. من میگم نه، اینطوری نیست. بسیاری از رسانه‌ها به فیش‌های حقوقی نپرداختن، حتی برعکس از فیش‌های نجومی دفاع هم کردن. حداقلش اینه که میگن که روزنامه نگار سندش با خودشه. دیوار حاشیه برای روزنامه نگار بلند نیست، چون همه اونچه که میگه مضبوط و ثبت شده است، میتونن بهش مراجعه کنن. من به عنوان مثال میگم وقتی که ما فیش‌های حقوقی رو اولین بار وقتی که مطرح کردیم و حتی تصویر این فیش‌ها رو هم مطرح کردیم، خیلی از این بسیاری از این روزنامه ها حمله کردن به ما و به حمایت از دولت به ما حمله کردن. همشون هست. توجیهاتی هم براش داشتن. مثلا اینکه این یک شکل قانونی داره، اینکه شماها به این ترتیب میخواهید موضوع رو منحرف کنید، مخالفت با دولت دارید میکنید، و اینکه این افراد اگر کارآفرینن، اگر از کار برکنار بشن، اگر این افراد کنار برن، در حوزه‌ای که دارن کار میکنن فاجعه ایجاد میشه، یه سلمه ایجاد میشه که لا یصدها شیئون به قول علما. بحثی از این چنین بود هیچ کدوم. بعدها وقتی که موضوع یک کمی جلوتر رفت، بعدها بعضی ها پرداختن، اونم از نوع حزب ایران نوین پاینده بود، یک کمی هم از مردم زنده باد، یعنی اینم که کاملا وارد بشن نشده. همون نکته‌ای که آقای خرازی باشه باز اشاره کردن در مورد 3000 میلیارد دلار، 3000 میلیارد تومان، اینم من باید یه توضیحی بدم. ببینین اونا دوز بودن، کار دوز دوزیه. گرگ بودن، کار گرگ حمله به گله است، دریدن گوسفند است، از اونها انتظاری نیست. ولی صاحبان فیشان حقوقی چوپان بودن، از اونها انتظار نمی‌رفت که دست برد بزنن به بیت المال، از اونها انتظار نمی‌رفت که دست درازی کنن به اموال عمومی، ولی اونها دوز بودن. باشون هم برخورد شد، وزش هم گرفتنشون رو به صورت به حتی اعدامی هم داشتن. حداقل ما در مورد خودمون بگم، ما قبل از همه به مسئله فیش، به مسئله 3000 میلیارد پرداختیم، سندش هست، حتی نام بانک تات رو هم بردیم، میزان سرمایه‌اش هم گفتیم. اما اینکه 3000 میلیارد مبلغ سوء استفاده شده است، اینو نمیدونستیم. فقط میدونستیم که مبلغ بسیار بسیار کلانی. همون موقع بعضی از همین روزنامه‌ها، اینی که میگم مستنده، همون موقع بعضی از همین روزنامه‌ها که عرض کردم وقتی به فیش‌های نجومی پرداختیم حمله کردن که چرا میپردازید، همون موقع اینا از اونها حمایت میکردن. آقای خرازی شاید یادش باشه، نمیدونم، احتمالاً تو جریان باشن که آقایون میگفتن آقای مهافرید رو، همون کسی که متهم اصلی 3000 میلیارد دلار میلیارد تومان بود، اینو میگفتن کارآفرینه،
گفتن چرا بایستی مجازات بشه؟ باید ازش استفاده کرد. یا افراد دیگه، یا من نهافرید و اسم بردم. بعضی های دیگه هم بودن. اون کسی که کلی به بعضی از روزنامه ها ببینید، آقای شهرام جزائری به تعدادی از اون روزنامه ها کمک های بسیار کلان کرده. جواب جسارت من حالا اسمم نبرید بهتره بعدا. حالا چون این مطرح شده بود. ببینید کمک های کلان کرده. چنین آدمی معلومه که فلان روزنامه هیچ وقت علیهش موضع نمیگیره. محال موضع بگیره. اینی که من میگم شجاعت باشه یعنی این. اینی که میگم وارد گود بشن یعنی این. چنین اینطوری نبوده. اما در مورد فیش ها من این نکته هم اضافه کنم. ببینید مسئله فیش های حقوقی فقط مسئله مبالغی که این آقایون به غارت بردن نیست. مسئله فراتر از اینه. چیه؟ ببینید مسئله اصلی، چون بعضی میگن حتی همین روزنامه که آقای خرازی میگه که میفرماین بعدو چیز میکنن، میفرماین که روی فیش های نجومی همه وارد شدن، نه اتفاقا بعضی از روزنامه از جمله مسئله که مطرح میکنه همین بود. میگفتم مگه حالا اینه این پولایی که بردن چقدره؟ ببینید این که چقدر بردن مطرح نیست. حالا من روز میخوام یه مثالی بزنم. میگن تو رستورانی که مدیر رستوران صدا کرد گفتش که ببین مگس توی سوپه. گفت ای آقا مگه این سوپ مگه این مگس چقدر سوپ میخوره؟ گفت آقا موضوعی نیست که چقدر سوپ میخوره، موضوع این که این نشون میده که این رستوران آلوده است. ببینید وقتی که میگی مبلغ در درجه بعدی اهمیته، مسئله اصلی اینه که کسانی که حقوقهای 10 میلیونی میگیرن هرگز به فکر مردم نیستن. کسی که حقوقهای 10 میلیونی میگیره در فلان شرکت دولتی، در فلان شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره حضور پیدا میکنه، مثلا نه. چون من میدونم مثلا ماهی یه بار، دو بار، سه بار، هفته یه بار بگیم 4 بار شرکت میکنه، یه دفعه ببینید چند 10 میلیون بابت اون پاداش میگیره. ببینید چنین آدمایی هرگز نمیتونن با اقتصاد مقاومتی همخوان باشن و چنین آدمایی هرگز نمیتونن به فکر مردم باشن. کسی که این چنین حقوقی میگیره حتی توی اون لیستی که برای لیست حقوقش هست که ما منتشرم کردیم، یه بخشیش هستش که برای مثلا ایام فراغت فلان، کسی که این چنینی وارد میشه معلومه که این گوساله امام رضا رو تا چاش نمیچرونه به قول بچه‌ها. آقای شریعت‌مداری فقط این بحث فیش‌های حقوقی در این دولت بود؟ چرا اون دولت شما ساکت بودید؟ فوری میسپارید برای شما همون رئیس دولتی که شما طرفدارش بودید در مقطعی که رئیس شهرداری بود، شهرداری تهران بود، بدترین فجایع مالی در شهرداری تهران اتفاق افتاد و شهردار بعدی اومد اسنادش هم اومد، شما حاضر نشدید مطرح کنید. چرا بحث فیش‌های حقوقی رو در ادوار مختلف مطرح کردید؟ فساد فساده. من گفتم فساد زمان و مکان نمی‌شناسه. رئیس دولت قبلی اومد گفتش که من دو مدیرانم خط قرمزن. آقای روحانی رئیس دولت فعلی اومد گفتش که من هیچ خط قرمزی نمی‌شناسم. اگر کسی انحراف داشته اشتباهش باش برخورد میشه. به معاون اول رئیس جمهور هم دستور داد، نشستن آیین‌نامه رو تنظیم کردن، خاطیان رو باش برخورد کردن، اگه خاطی دیگه این باشه باش برخورد میکنن. ببینید اگر قراره که ما حرف حق رو، کلمت حق یراد به حال باطل بزنیم، خیلی راحت میتونیم عدالت رو هم زیر کنیم، عدالت رو قربانی کنیم. عدالت ببینید شما عدالت مهمترین عدالت ابزار تقواست. یعنی عدالت بدون یعنی تقوا بدون عدالت مفهوم پیدا نمیکنه. همین مسائل و مسائل مالی حقوق‌های کلان در دولت قبل هم بود، اطلاع هم داشتید، بسیاری از مفاسد مالی وجود داشت. 700 میلیارد دلار پول این مردم به غارت رفت. کجا رفت این پولا؟ خب مردم سوال دارن. همین الان بنده به شما پیشنهادی میدم، شما فردا تو روزنامه‌تون همین رو انجام بدید. به عنوان سرمایه گذاری خارجی از آغاز تحریم شروع کردن پولا رو از این مملکت خارج کردن، به این اعتماد کردن، به اون اعتماد کردن، پول به این دادن، به اون دادن. زیر سران نظر سران استقبال یک کمیته تنظیم بشه، کمیته درست بشه، رسیدگی کنه این پولا کجا رفته، این پولا در اختیار کی بوده، بابک زنجانی چجوری به وجود اومد. وقتی که
تحریم به وجود اومد، وقتی که قانون دست قانون وجود نداشت، دست اختیار عده بسیط‌الیت شدن، نتیجه‌اش این شد که فساد به وجود اومد. در برابر چند صد میلیارد دلار سکوت اتفاق افتاد. در این دوره دو دهه این 700 میلیارد دلار مطابق تمام دوره فروش نفت ایرانه. این از اون زمانی که این ملاقه رو زدن تو زمین خاک نفت رو در آوردن تا زمانی که این آقا اومد سر کار، که یکی از مدافعین پروپا قرص دولت نهم‌دهم شما بودید، تا روزای آخر هم دفاع کردید از آقای احمدی نژاد، تا روزای آخر هم حمایت کردید، همین بود که همین آقا بود که این مسائل مالی رو به وجود آورد. بی انضباطی مالی در کدوم دولت به وجود آورد؟ من یه خواهش بکنم مجددن آقای دکتر خرازی، آقای شریف، من تقاضا میکنم با توجه این که ما بحثمون بحثیست که خب داریم آزادانه حرفمون، ولی خواهش هم اینه که اسامی افراد رو نبرید. باشه، ولی ببخشید من یه توضیح در این زمینه بدم. ببینید آقای خرازی، من عرض کردم که روزنامه نگار سندش با خودشه، نمیتونه حاشا کنه. آقای احمدی نژاد، دولت آقای احمدی نژاد در دور اول و اواسط دور دوم دولتی بود که شما ها انگوش کوچیکش هم نمیشین از لحاظ خدمتی که به مردم کرد. آن نظر شما آجام حالا به حال من دارم میگم. آخ این دولت از اون موقعی دچار انحراف شد که مثل اصلاح طلبا شد. خب این و اتفاق من گوش کردم شما گفتید دیگه. خب من سند دارم. اون موقعی که ما انتقاد کردیم، شما تعجب میکنم مگه تو ایران نبودید؟ بنده رو دو بار به خاطر همین دادگاه بردن، شکایت کردن ازم، نتیجه دادگاه بردن دادگاه، نتیجه دادگاه به خاطر اینکه دروغ میگفتن دادگاه چی شد؟ اون آقا گفته بود اگر من فلانی رو محکوم نکنم مسلمان نیستم، بعد که اومدن توی دادگاه اسنادش هست. خب بنابراین ببینید، اتفاقاً اون موقعی که ما انتقاد میکردیم شما به به و چهچه میگفتیم. چرا؟ شما چرا؟ شما دوستان شما، حالا شما رو من نمیگم، دوستان شما. شما ایزه بدین، نه دوستان شما میزنید. ایزه بدین، دوستان شما، شما دوستان شما به به و چهچه میگفتن. سندش هست روزنامه. کدوم سندش؟ شما همینطور حاشا میکنید. اجازه بدید، نه دیوار حاشا بازه. آقا ببخشید معذرم، اجازه بدید منم عرضم بکنم دیگه. ببینید سندش هست، ما از اون اول ما بودیم که پرداختیم، ما بودیم که بخاطرش دادگاه رفتیم، ما بودیم که گفتیم چرا آقای فلانی رو به کار گرفتی، ما بودیم که چی گفتیم چرا برخلاف نظر رهبری 11 روز خونه نشینی کردی، ما بودیم که گفتیم که چرا در کیش فلان هتل رو ساختی، ما بودیم که گفتیم چرا پانتا فلان رو به کار گرفتی. نه همش هست. اجازه بدید 6 سال بعدش، اجازه بدید همون موقع شما ببینید، یا تو ایران نبودید نخل بودم من نخوندید، مثلا تو ایران بوده حتما روزنامه رو نخوندید. خب اجازه بدید من مدیریت زمان رو هم انجام بدم. خب من اینو باید چون اینو مطرح کردن اینو عرض بکنم. اما در مورد این که گفتید آقای روحانی، بله ما هم با آقای روحانی احترام می‌ذاریم، به معاون اولشون هم روحانی احترام می‌ذاریم، ولی اینکه فرمودید آیا تا به حال با هیچ کدوم از این نجومی‌ها برخورد کردن؟ شما فرمودید که با قاطعیت برخورد. کدوم قاطعیت؟ با کدوم قاطعیت؟ آقای نوبخت سخنگوی دولت هم دیگه. آقای نوبخت اول میاد، روز اول میاد میگه که بله من به خاطر این حقوق کلانی که آقای فلان گرفته، یه گفتن اسنوری آقای فلان گرفته، من از مردم عذرخواهی میکنم. بعد چند روز بعدش میگه ایشون ذخیره نظامن و بزرگترین امانت دارن. اینا رو که دیگه نمیشه انکار کرد، اینا که من نگفتم، که خودشون گفتن. یا اینکه میفرمایید حالا بعضی از نزدیکان این آقایونی که اسم بردید اگه قرار بود برخورد بشه، باید با اون بعضی از نزدیکان برخورد میشد دیگه. حضرت امیر سلام الله علیه میله آتش رو به صورت عقیل که برادرش بود، نابینا هم بود، نزدیک کرد. اونم چی میخواست؟ یه من گندم میخواست، نه 300 میلیون تومان حقوق ماهانه. یه من گندم میخواست، اونو نزدیک کرد و نذاشت. متشکرم. من 700-800 رو مذرم میخواست. اینو من برمیگردیم. نه تموم میشه دیگه، عرضم تموم میشه. این که گفتید 700-800 میلیارد، من تعجب میکنم آقای خرازی از شما، ببخشید. ببینید 700-800 میلیارد منظورتون درآمدهای نفتی و درآمدهای دولت دیگه، اون دو دولته، درسته دیگه منظورتون؟ ببینید آقای خرازی، من از شما تعجب میکنم. این حرف رو اگر عوام بزنن عیبی نداره، ولی از شما بریده.
چرا؟ برای اینکه خزانه دولت دخل بقالی که نیست، اینو شما میدونید. آقای شریعت‌مداری سازمان برنامه رو منحل کردن که توش هر جور دوست دارن عمل بکنن. منحل کردن به جای خودش، هر کاری کردن برید بررسی بکنید. و اما این که میگید 700-800 میلیارد دلار خزانه دولت، که جناب آقای خرازی دخل بقالی نیستش که بقاله دست بکنه تو دخلش بگه کوشن بود و برو دو پر چلوکه ها بگه بیار، اینجوری که نیست. خزانه دولت برای اینکه دست توش بکنید باید این مصوبه مجلس باشه، تفریق بودجه داره، همه اینا اسنادش هست. اون وقتم این همه توی اون مدت خدمات عمرانی که شد توی کشور، اینا رو چرا نمی‌بینید؟ این همه خدمات عمرانی شد، بعداً چه شده؟ هیچ اتفاقی. اما بقیه شده که من این خیلی متاسفم برای آقای شریعت‌مدار، ولی من درخواست دارم که آقای خرازی حتما سند بدن. من سند میدم، ایشون سند بده. من خیلی متاسفم برای آقای شریعت‌مدار که آثار خدمات دولت‌های دیگر رو نایده می‌گیرن، دولتی که جز آثار زیانبارش یه خدمات یه جایی کرده، اون پول هم تو به مردم توضیح آدم دولت گذاشت. بله نه، چون ایشون گفتم من جوابشو بگیرم. بخواهش من شما یکی دو تا مورد از شما... خدمات شایان دولت کنونی رو بفرمایید. عرضم به خدمت شما که دولت کنونی وارث یه دولتی پر از فساد اداری بود که هنوز کنونی نتونسته جمع کنه. ببینید آقای دو سال خب بس شما صحبت کنید دیگه. نه یه سال دو سال نه، من ولی نه اگه خواهید شما صحبت کنید صحبت بفهم. نه من در نه بفهم آقای خرزی به قول بچه شما صحبت بفهم علاب سنگ تو رو بپرس خدا بیامرز. خب نه ازا بده آقای آقای خرزی، چون شما زمان بیشتر استفاده کردید. آقای خرزی من فقط یه نکته بگم، ما داریم بحث میکنیم ولی به عملکرد دولت فعلی و گذشته و قبلها الان آقایون یاد گرفتن توی روزنامه هاشون بی‌محابا دولت رو دارن میکنن. رهبری در تلیعه سال نو فرمودن که رعایت دولت رو، خدمتگزاران رو، قوای سگانه رو بکنید. همین روزنامه کیهان رو بیارید یه عدد و رقمی در ببینید، از اول سال تا حالا چه دفاعی از دولت کرده، چه حیثیتی از دولت نبرده. آقایون یاد گرفتن قلمشون و کلامشون به گونه‌ای داره رعایت میشه که واقعا من تعجب میکنم از آقای شریعت‌مدار که این هنوز یکی از بزرگترین مشکلات الان اینه که برید سراغ سازمان برنامه، برید سراغ آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، برید سراغ رئیس جمهور، عدد و رقمایی که مشخص نیست کجاست. آقایون صدها بار گفتن، ده ها بار گفتن، یکی از بزرگان گفت حالا آقای فعلا یکی اتفاقی افتاده و اینا بگذریم چیکار کنیم ان شاء الله خیره. چی و خیره؟ این پولا بعد مشخصه. بله خزانه داشتیم ولی خارج از خزانه خرج میکردن. آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی بهش گفتن فلان پول رو بده، نداد و عزلش کردن. آقای شریعت‌مداری پولهایی که به توسط آقایون داده میشد، من دو سه تا موردش رو دارم بهتون عرض میکنم خصوصی خدمتون، نمیخوام که موقع افکار عمومی جامعه به چیز کرشیده بشه. همینجوری بگید، من حرفی ندارم. پول‌هایی که آقایون توضیح می‌کردند، سفرهایی که می‌کردند، عروسک پول این مردم به جایی که تولید بشه، کارآفرین بدبختی‌های کارآفرینان حل بشه، وارداتی که از چین می‌کردند پول‌ها رو عروسک می‌کردند، تو سفرهای این آقایون توضیح می‌کردند. ببینید تو سفرها چیکار می‌کردند. تمام اینا ضبطه، تمام اینا رو نوشتن. دست بیل وارد کردن. عرضم به خدمت جدید. شما که بعد از چین جدید. وقتی که چین شخص. حالا به خیر دست بیلم وارث همون قوانینی بود که این آقایون به وجود اومد. در دولت های قبلش شما سه سال این آقایون هایی که ال سی برای دست بیل بازی کرده بود. آقای شریعت مداری ببینید اصلا بحثش نشده به عمل کرده. متاسفم آقای دولت ها اصلا موضوع ما این نیست. اگه قرار به هو کردن باشه شما در این بعد از روزی که مسئول روزنامه کیهان شدید یک گام و یک قلم مثبت در جهت دفاع از کشور ننوشید، دفاع از تولید کشور ننوشید. همین امشب حاضرم با شما در اینجا یک پیمان ببندم، فردا قاطبه تمام کارآفرینان، تمام چهره‌های فرهنگی، تمام چهره‌های مطبوعاتی بیان داوری کنن راجع به شما چه کارنامه شما خودتون خواهید داشت.
بفرمایید. ببینید اینطوری که شما همینطوری بیاد یه تهمت بزنید که درست نیستش که برادر. شما همینطوری اهانت میکنید، تهمت فکر میکنید روزنامه کن چون چه اهانتی؟ چون ببخشید من از چراغ چون چراغ قرمز نداری. آقای شریعت مداری که شما میبینید هر دو برادرشون متهم به فسادن. چرا برخورد نمیکنن با شما؟ خب چرا شما الان 6 سال اون دولت حاکم بود؟ 6 سال اون دولت با 6 سال بعدش که اگر نمیگفتید آقای شریف اگر نمیگفتید اجازهش هست آقای شریف اگر نمیگفتید دیگه حیاتی برای کار سیاسی شما وجود نداشت. سندش موقعی که ما گفتیم سندش هست میتونین مراجعه کنین به روزنامه که همین الان برید رو آرشیو کیهان ببینید که اون موقع ما میگفتیم و بعد مزرد خدا بیاموزه داروی بعد از مرگ سهراب آمدی از دوستانتون اون وقت شرمنده میشن که اون موقع دوستان ما زندان بودن و شما آزادانه حرفتون نمیشه. اون موقع دوستان ما همه تو زندان رو گرفتاری میزن. قرارمون این نیست که شما بزرگواران اونایی که به زندان افتادن اونا رفتن وطن فروشی کردن. فساد آقای شهرالی فساد وطن فروش و الان این زهر همامیختگی فکر نمی کنم برای مخاطب فساد باشه. من در قدر فساد خدا من فقط خواهش هم اینه که سند بیارم. اجازه بفرمایید. بله من سند بیارم تا اونجا که اطلاع دارم همه آقای دکتر جهانگیری با خود من صحبت کردم خیلی اهتمام جدی دارن، هم آقای دکتر روحانی اهتمام جدی دارن که برخورد کنن با نزدیکانش. من برخورد کرد یعنی ببینید بحث اصلا اینه که اگر در جایی داره این انجام میشه حمایت کنیم. بله این اتفاقا این نکته دقیقه است. حالا من پرسشم از جناب شهید مدنی این بود است که عرضه میشونه بفهمن از عرضه به عملکرد دولت ایشون میفرمودن که کجا برخورد کردن. خب الان من یه نکته بگم چیزی که ما میبینیم برخوردی نیست. ببینید الان آقای دکتر میگن که هم اهتمام دارن هم آقای رئیس جمهور گفتن هیچ خط قرمزی در این خصوص قائل نیستن، عنوان کردن که شما خودتون اشاره داشتید که از مردم عذرخواهی کردن و الان هم آیدتون میفرمان اهتمام دارن. شما مفهومتون از برخورد چی و چه اقدامی؟ ببینید ما اون موقعی که آقای رئیس جمهور یک نامه نوشتن به آقای جهانگیری نامه شون رو منعکس کردیم و تقدیر هم کردیم و تقدیر کردیم که چنین اقدام شایسته‌ای داره صورت میپذیره و امیدوار بودیم که بقیه هم با آقای رئیس جمهور همراهی و همکاری بکنن. خب تا اینکه بعداً یه حالا یه فیشی به دست اومد که اونم منتشر شد، آقایون هم هیچ کدوم هم تکذیبش نکردن و یه فیش منتشر شد که یکی از همین آقایون خودش مبلغ حدود حالا صدها میلیارد تومانی رو مثلا پاداش غیر موجه گرفته که حالا من نمیخوام اسم ببرم. ببینید ما اونجا ازشون تقدیر و حمایت کردیم. الان لازم نیست زمان بیشتری بالاخره دولت داشته باشه. بله ببینید باید، ولی شما ببینید فلان آقا رو اول برکنار میکنن بعد میشه عضو هیئت مدیره همون شرکتی که ازش برکنار شده. اینو چیکار میخوایم بکنیم؟ اینا بالاخره پاسخ میخواد. به قول حضرت آقا فرمودن که اینا برکنار بشن، اموال ازشون بازپس گرفته بشه و تعبیرش هم بود که لیاقت این جایگاه رو ندارن. خب بحث اینه که مردم منتظر همینن دیگه، هم مردم هم بقیه. بریم ما هم منتظریم که چنین اتفاقاتی انجام بپذیره. ببینید ما که در مورد حال دولت قبلی میگن وارث، آخه بابا بعد از چیز این دولت که سر کار اومده بود، همین دولت قبل، دولت نهم که سر کار اومده، تا یه مدتی تا یه چند ماهی بحث اینو میکرد که میگفتش که بله فلان مشکل مال دولت قبل فلان. یکی از همین آقایون که حالا من گفتید اسم نمیبرم خیلی متشکرم، گفت آقایون این کار نهایتاً 6 ماه، بعد 6 ماه حالا خودت چی کار میکنی؟ ببینید طرف بچه به باباش مزرد میخوام، بابای بچه هی سرکوف میزد میگفتش که ناپلان انزه تو که بود فلان کاری که انزه تو بود، آها یه دفعه دیگه سرکوف میزد بابای بچه گفت بابا جون ناپلون انزه تو هم بود امپراتور فرانسه و تو چی کاره ای؟ آقای عزیز هی میگید دولت قبل. خب دولت قبل برید بگیرید، میگید فیشای نجومی اگه دارید به ما بدید، ما فردا میزنیم اگه دارید، اگر ندارید و میخواهید رد گم کنید که دیگه چیز دیگه است. خب بنابراین اینا رو من معتقد هستم که اینا رو دو تا چهار تا به صورت خیلی مستند بیاریم و دونه به دونه مطرح بکنیم
بهش بپردازیم. مثلا خدماتی که دولت کنونی کرده رو مطرح بکنیم، اگه جایی هست بهش بپردازیم. حتی ماها ما بعضی از خدمات دولت کنونی رو مطرح میکنیم که روزنامه هایی که برایش سینه چاک میکنن مطرح نمیکنن. مهمترین موضوعات دیگه ای که خیلی مورد توجه رسانه ها بوده، چه از نقطه آغاز و چه بعد از اینکه بر ترتیب موضوع به نتیجه رسید، بحث مذاکره با آمریکا و مذاکره با پنج برای بگو توافق هسته ای بود. رسانه ها خب بر حسب وظیفه ذاتی که دارن، یعنی خبر رسانی، به صورت گسترده وارد این عرصه شدن، اما بعضی ها معتقدن که این مسئله در دوران مذاکرات و در پسا برجام به درستی اتفاق نیفتاد و رسانه ها با سیاه و سفید دیدن مسائل یا دچار بزرگنمایی از برجام شدن یا دچار تخریب دستاوردهای اون. من خواهش می‌کنم که ابتدا شما نظرتون بفرمایید. تو خرزی خود شما هم آیه یادتون هستش که دوستان ما در مذاکره کنندگان ارشد دیپلماتیستی ما اجازه نداشتن که خارج از موضوع هسته‌ای با طرف آمریکایی صحبت کنن. مقام معظم رهبری چارچوب تعیین کرده بودن، مشخص کردن در این چارچوب، در این حوزه باید صحبت کنید و تو این چارچوب باید کارتون رو انجام بدید. خب توی این مسیر ما دیدیم که موضوع برجام به گونه‌ای شد که خب عرضم به خدمت شما که تحولات چشمگیر و بزرگی رو هم همراهش داشت. البته یک قلوهایی توی صورت گرفت. این قلوها هم از جانب مخالفین برجام هم از جانب موافقین برجام صورت گرفت. ما اگر بخوایم صادقانه صحبت کنیم، ناچاریم که واقعاً خیلی صریح بگوییم که خصومت آمریکایی‌ها قبل و بعد از فرجام، قبل از فرجام ادامه داشت، بعد از فرجام هم ادامه داده. این گونه نیست که خصومت آمریکایی‌ها و مشکلاتشون با مذاکراتی که ما کردیم پایان پیدا کنه. تحریم یه شبه انجام میشه، اما رشت برداشتن موانع ماها و هفته ها طول میکشه. البته که آقایون بگذره. متشکرم. خب من این نکته رو عرض کنم برای اینکه بحث زمان مطرح شده. تا الان سعی کردیم که مساوات رو رعایت بکنیم. از الان تقریبا 15 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، قدری هم کمتر. 3 دقیقه‌ش برای من، 2 تا 6 دقیقه در اختیار دوستان. یعنی موافقی؟ الان از اون موقع تا حالا آقای چیز فقط 6 دقیقه صحبت کردم؟ نه دیگه، من تا قبل از اون عرض می‌کردم. تا قبل از اینکه ما سعی کردیم که مساوات رو رعایت کنیم. نه. چون حالا بعداً عرضه بفهمید. بفهمید. حال ببینید نمیشه. من اولین حرف عرضم این هستش که آقای خرازی باید برای مطالبی گفتن سند بدن. سندی متأسفانه ارائه نکردن. بازم من عرض می‌کنم. اما در مورد قطعنامه‌ای که گفتن، این که در مورد صادرات نفت، بله صادرات نفت افزایش پیدا کرده. پولش چی؟ پولش برمیگرده؟ نه. پول نفتی که ما صادر می‌کنیم بر نمی‌گرده، میمونه اونجا جز اموال بلوکمونه تا یه روزی برگرده. حتی ما برای دانشجوامون هم پول می‌خوایم ببریم، پول رو توی به صورت به اصطلاح اسکناس می‌برن. بنابراین این جای چیه؟ گفتن قطعنامه 1220، قطعنامه 2231، قطعنامه 22. اولا گفتن 6 قطعنامه، 6 قطعنامه تحریمی نبود، فقط قطعنامه 1229 بود که تحریمی بود. 86 تا من سازمان ملل بودم. خب شما سازمان ملل بودی باید بهتر بدونید که بله 86 تا قطعنامه توش تحریم بود. 1229 تحریمی بود که خود خانم کلنتون هم صحبت کرد که من بهش نمی‌پردازم. اما ببینید این که فرمودید که شما گفتید که قطعنامه، این قطعنامه‌ها موهبت الهیه، این ما نگفتیم، امام گفتن. مال اون دوره بود. خب به حال این دوره هم حضرت آقا گفتن. فکر نمی کنم گفتن که این دلش بیاری میتونه برای ما میتونه زمینه باشه برای پیشرفت ما. به حال امام گفتن. حالا دیگه من وضعش برمیگه. اما برگرد این که گفتید بین 67 سنت و 55 سنت باید سند بیارید، همینجوری نمیشه. خب این دفعه که اومدیم ما با دو تا کامیون میام خدمت شما. کامیون چرا؟ دو تا کامیون میام خدمت شما. من دارم مستندات رو میگم. اجازه بدین دیگه پس بحث واقعا اینجوری دیگه زمان شما که واسه صرف من نپریدین. شما کردین کار بدیه. خب اما اینکه میگید کیفیت سانتریفیوژ ها، کدوم کیفیت سانتریفیوژ ها؟ شما میگید ما الان با آی آر وانایی داریم کار میکنیم. چرا میگید که با آی آر هشت؟ کی میگه با آی آر هشت کار میکنیم؟ این دیگه گفته خود آقایونه. دیگه حداقل گفته خود آقایونه که شما قبول دارین.
آقای صالحی باید باید سوال کنید. خود آقای رو میگن آی آر هشت. ببینید شما به اصطلاح آرندی هم بهش اشاره کردید دفعه قبل، من حالا چیزی نگفتم به خاطر اینکه نمیخوام، میخوام عبور کنم. آرندی رو اشاره کردیم، مثلا تو فردوم میخوام چیکار کنیم؟ گاز نجیب. گاز نجیب چیه؟ آرگون تزریق کنیم. به جای اون میرفتیم آب هویج میگرفتیم باهاش. مگه ما اونجا رو درست کردیم برای اینکه آب هویج بگیریم؟ چرا شما موضوع رو از این طرف قضیه نمیبینید؟ این که میگید قطعنامه 2231 تمام شش قطعنامه رو، نه اینطوری نیست. شش قطعنامه قبلی رو تجمیع کرده، تجمیعش کرده. یعنی اگر شما ایرادی داشته باشید باید برید به اون کمیسیون، که اون کمیسیونی که 8 عضو داره، یک کلکی که اونا به ما زدن توی برجام این هستش که وقتی موقع مذاکره است میگن یه طرف شما یه طرف ما 6 تا. وقتی که حالا موقع کمیسیونی که باید، کمیته که شکایاتی که باید تصمیم بگیره، میگن 8 تا 6 تا به اصطلاح عضو داره، یکی هم عضو به اصطلاح اتحادیه اروپا هم یکی بهش اضافه کردن. خب خب شما وقتی ببرید اونجا فقط کافیه یکیشون وتو کنه، دیگران هم نمیتونه ازش برگرد، بعد دو مرتبه همه اینا باید مجددا برگرده. اما این نکته ای که الان اجازه فرمایید اقتصاد مقاومتی که شما آیا بخشید. شما راه حل دیگه ای هم داشتید؟ الان عرض میکنم. بله الان عرض میکنم. کشور رو به اینجا کشوندید؟ الان عرض میکنم. کشور رو من به اینجا نکشوندم. حالا میگم دوستانتون کسایی که باشید، بله اونایی که اومدن وطن رو بفروشن به اینجا کشوندن. شما اقتصاد دیگه کشور اینجا فرمودن اقتصاد مقاومتی. بله اقتصاد مقاومتی با کسی که میگه ما در ظرفیت تولیدمون در حد آب گوشت بز باشه، فقط میتونیم قرمه سبزی و بز باش تولید کنیم. این از دولت مردان نگفتم؟ به من چه ربطی داری گفتن؟ شما میگید باید دنبال کنید؟ نه من میگم دولت نمیشه که، نمیشه که شما از، نمیشه که شما از این طرف وقتی چیزی حمایت میکنید، از این طرف وقتی که موقع پاسخگویی میگید به من ربطی نداره. چرا به شما ربط داره؟ شما گفتید اقتصاد مقاومت. اقتصاد مقاومتی با کسانی که میگن حتی مدیرم باید از خارج وارد کنیم هم چیزی نیست. اما این که میگید ما رو از شرایط خاص، اولا میگی گفتی 400 تا بانک، نه همچی چیزی نیست، دو تا بانک، 40 تا بانک، دو تا بانک بیشتر نیست، دو تا بانک، یه بانک توی ترکیه است، یه بانک توی ایتالیا است، اونم پولاشون و پولامون رو باید ما به صورت تهاتری استفاده کنیم. شما رئیس، شما نماینده ایران سازمان ملل بودید، اینا رو میدونید، باید به صورت تهاتری استفاده کنیم. بقیه هم پولامون رو نمیدن، نگه میدارن، نگه میدارن پیش خودشون. همین چند وقت پیش وزیر خارجه هند، ولی یکی از وزراشون بود که بعدو گفت ما میخوام بیادیم، ولی منتها آمریکایی‌ها. ببینید شما میگید آمریکایی‌ها بلا فاصله بعد از برجام تا حالا نزدیک به 10 تا 12 مورد تحریم اضافه کردن. ببینید آقای خرازی میگن ما کشتیامو، کدوم کشتی آقای خرازی؟ شما میگید فردا، بله فردا بیاید به اتفاق بریم، ما هم که دیگه مثلا میخوام در حال تو جریان هستیم. اما ببینید آقای خرازی، آیا این عزت برای ما که آمریکایی‌ها دائما توبیخمون میکنن، دائما سعی میکنن تغییر میکنن، شما در مورد ویزا سانکشن چی میگیم؟ ویزا سانکشن رو بعدن تولید ایجاد کردن. ویزا سانکشن یعنی این که ببینید میگه هر کشوری هر بنگاه شخصی خصوص حقوقی یا حقیقی، هر شرکتی با ایران رابطه داشته باشه، میگه هر کس از اونها وارد ایران بشه، تو 38 که از جمله ما وارد ایران بشه، برای اینکه دوباره وارد آمریکا بشه باید ویزا بگیره، ویزاش باطل میشه. شما میدونید یه تاجر، یه بیزینسمن، به قول امروزی یا به قول آقایون، یه بیزینسمن صبح واشنگتن، بعد از ظهر پاریس، پس برداشت فرانکفورت، اون روز دیگه شانگهای، اون روز دیگه پکن، اگه قرار باشه که ویزا بگیره که نمیتونه به هیچ کارش برسه، یعنی هیچ کاری نکنید. معنیش اینه. سپاسگزارم. اجازه بدید من باش. خیلی ممنون. لطف. متشکرم.